از اون مشکلاتی که کاملا از دست ما خارجه. آها، الان درست شد. اوکی، با دیتا درست شد مسیج. آره، عالی. سلام علیکم سلام، آقای تایاز خان، خوبی؟ مخلصیم. تو چطوری؟ من فاصله رو میزون کنم. آره، منم یه ذره خیلی جلو هم به نظرم. چه خبر؟ قربون سلامتی، تو چطوری؟ همه چی دیدم خوبه؟ میلادینا هم هستن بچه ها، مثل میلاد، میلاد. آره، دوتای قبلی اومد دیدش که تصویر برقرار نشد، رفت، ناامید شد به نظرم. حالا دوباره امیدوارم بیاد. آره، شرمنده. این سری با 5 دقیقه تأخیر شد دیگه، مشکلات اجتناب ناپذیره دیگه، کارش نمیشه. آره، من آره، هم میخواستم یه سری ویدیو هم که نشون بدم، ویدیو هم لود نمیشد، از رو کامپیوترم هم پخش میکنم. مشکلی نیست. خب، چه خبرها؟ اوضاع رو برا؟ قربانت قربانت، بد نیست. خب، چند تا فیلم دیدی؟ اینو اول بگو. ببین تو این هفته گذشته همش هیت دیدم دیگه. شوخی میکنی؟ نه، یکی دو تا فیلم هم دیدم، دو تا فیلم از برادران داردن دیدم، اونا هم فیلم اوه، برگردونه جالبی اوه، هست. آره، آره، ولی خب اینم هست و کلاس های آقای معززینی هم هست، یه تبلیغ بکنیم برای آقای معززینی. آره. اتفاقا من میخواستم که حالا یادم رفت، چون سری قبلی که من توی فیسبوکم یه مطلب راجع به هیت نوشته بودم، ایشون یه ترجمه جدید و نسبت به فیلم هیت گفتن اون سری، یادمه. میخواستم برم پیداش کنم که ببینم اسم اون، یعنی ترجمه فارسی که در از ایشون گفته بودن از فیلم هیت چی بود، که حالا یادم رفت دیگه، انقدر الان درگیر کار شدم قبل از اومدن به لایو، دیگه یادم رفت فالو آپش کنم. ولی یادمه که یه چیزی، یه اسمی به غیر از مخمسه گفتن، چون ما حالا اون موقعی که مثلا ما فیلمو تو ایران دیدیم، ترجمه فارسیش میکردن که اسم فیلم بود در از مخمسه، ولی آقای معزینی ها یه اسم دیگه گفتن که خیلی واسه من جالب بود، بابت همین گفتم که شاید آره، اونم بد من هم نباشه یادم راجعه نیست. سوال. تو یه ذره به نظرم بری عقب ترم بهتره. آره، الان بهتره، چون خیلی از کادر میزنی بیرون. آره، یادم نیست الان چی گفتن، ولی اون در واقع اصطلاح کاملا تکنیکی کرایمه که مثلا آره. چیزایی مثل سکور یا اینا یا هیت چندین بار تو فیلم ذکر میشه و توضیح هم داده میشه که در چه شرایطی ولی اون به مفهوم مثلا، یا به قول، حالا بخوایم تحت لفظی معنا بکنیم، معنای گرما یا داغی یا حتی معنای مخمسه هم نمیده تو، حالا لزوما تو خود فیلم، یعنی فکر کنم حالت مثلا یه جور اصطلاح میمونه که تو نه فیلم دائم استفاده میشه. آره دقیقا، مثل اسکور. اسکور هم یه چیزی آره جالبی آره چون اسکور هم معنای امتیاز همیشه نمیده، یعنی حتی یه فیلمی هم که رابرت دنیرو و ادوارد نورتون با هم بازی کردن، نمیدونم دیدی یا نه، اونم خیلی فیلم آره. خوبی ساخت و خوبیه، که فکر کنم آره. جز آخرین فیلم هایی هم هست که مارلون براندو توش بازی کرده. آره، اونم اتفاقا تو ذهنم دائما با این دو تا رو با هم مقایسه میکردم. آره جالبه. جدا، آره، آره. اونم خیلی فیلم خوبیه، اونم از اون قواعد کلاسیک در از ژانر کرایم تریلر خیلی پیروی میکنه کاملا. آره، خب میخوای تو شروع بکن، مقدمه رو باشه، برو و حالا یه چیزایی که میخوای صحبت من کنی و بگی کامل بگو، حالا تا منم وارد بحث بشم کم کم. خیلی فیلم سختیه که حالا از کجا هم شروع بکنیم. از همون اسمش میخواستم شروع کنم که خب حرف زدی تو. بعد من میگم مقدمه کوچیکی میگم، فقط میگم که یه سری عکسم برای اینکه متفاوت بشه قشنگه. ببین این اون بک‌گراندی که اون دوتا نشستن، درسته؟ آره، سری عکس هم یه صحنه جالبی از بخره لس آنجلس خودش، مثلا یه تم، یه فیلمی که تمای مختلفی داره که میشه راجبش صحبت کرد. و ولی قبل از این، اینو فقط میخوام بگم که این فیلم برای مثلا این هفته بهش بگم که چرا برای مثلا سیاوش و من یا آدم های دیگه تبدیل به یه حالت کالت شده، چرا انقدر جذاب شده و جدا شده از بقیه فیلم ها.
یه دو سه تا دلیل دارم و اون توضیحاتی که راجع به فیلم میدم به اینا برمیگرد. این دلیلش هم دلیل اصلیش هم این هستش که در واقع انگار این فیلم رو برای یک بار دیده شدن ساختم نساختم. فیلمی هستش که انقدر جزئیات و ریزه کاری داره که توی فرمش داره که در واقع به ما هی داره در واقع پیام میده که آقا جا منو چند بار باید ببینی تا بفهمی، و توی چند بار دیدن است که واقعا شاید بتونیم بگیم که از فیلم سر در میاریم اگه بخوایم، یعنی این نشانه هایی که هستش. و خب خیلی جالبه بخاطر این کار سختیه، همه کارگردان کار نمیکنن. یه داستانی که شما آخرش رو بدونی چقدر امکان داره بری دوباره بشینی از اول ببینی، و این خب خیلی آخر این داستان یا اتفاقاتی که توی داستان میفته مهمه، لو میره فیلم دیگه. ولی به دلیل شکل ساختن فیلم و به دلیل اون بازیایی که مایکل مان به وجود آورده توی این فیلم و یکی از بهترین کاراش هم هست، به دلیل اینکه طوری اونها رو پرداخته بهش که با همدیگه یه انسجام و یک پیوستگی پیدا میکنن، انگار از هر دری وارد بشی از یک جای خیلی خاصی خارج میشی تو فهمیدن. مثلا همین فیلمی که برای چند بار دیده شدن ساخته شده و خب البته واسه ما هم سخت اون وقت ما بیایم اینا رو چیز بکنیم، بخوایم اسپویلش نکنیم، یا من سعی کردم عکسایی بذارم که مثلا یا اگه چیزی نشون میدم چیزایی رو بذاریم که اسپویل نشه. ولی واقعیتش اینه که واقعا باید برای اینکه راجع به اینکه این فیلم خوب بفهمیم باید با این دید نگاه بکنیم که این فیلم رو فرض کنیم بار چندم میبینیم، اون وقت اون جزئیات واسه ما رو میشه. میدونی من چند بار بود. ولی حالا از اینا به گذشته یه سرفصل وار میگم راجع به چیا میخوایم صحبت بکنیم، بعد تو صحبت کن و همجوری رفت و برگشت میریم جلو. من راجع به چیزایی که میخوام صحبت بکنم، اینکه چرا این فیلم برای چند بار ساختن ساخته شده، چند بار دیدن ساخته شده، معذرت میخوام، یک تمی هستش که توی فیلم به شدت به کار میره و اون تم در واقع تمی هستش که شاید آدم ها اینجوری حس کنن که چقدر این فیلم دیالوگ کم داره یا دیالوگاش فقط کلیدیه. خب و اون این دقیقا میخواستم بهش اشاره کنم، تصویر سینما پردازی و در واقع تصویر پردازی فیلم و مثلا خیلی اروپایی هستن اون کسی که کار کرده باشه، یا کسی هستش که واقعا LA Confidential فیلم های بسیار بزرگ همین ژانر رو در واقع فیلم برداری کرده. ولی غیر از اون حتی میخوام بگم خود نقش مایکل مان اینجا مهمتر از حالا هم حتی همون سینماگر در واقع فیلم برداره خیلی بزرگی که استفاده میکنه ازش تو این فیلم هم هست. تم این هستش که به جای اینکه با دیالوگ حرفمون رو بزنیم مثل خیلی از فیلم‌های معمولی، بیایم با نگاه‌ها حرفمون رو بزنیم. و این تو سینما یه سنتی داره که ما مثلا میایم میگیم گیز، خیلی اسمش رو گیز تیوری میذارن. حالا گیز رو من نمیدونم چجوری میشه ترجمه کرد، من تو این زمینه اونقدر تو فارسی مقاله فارسی نخوندم ببینم چجوری ترجمه کردن، ولی تئوری زل زدن و تئوری خیره شدن مثلا اگه بخوای اسمش رو بذاری، که در واقع فانکشن خود سینماه، چون سینما با ما از طریق نگاه کردن و زل زدن به تصویر تاثیر بسیار بزرگ صحبت میکنه. این گرامر سینماه. و این فیلم میاد به جای اینکه بیاد خیلی وقت حرفاشو از طریق دیالوگ بگیره، از طریق این نگاه ها حرفاشو به ما میزن. برای من یکی راجع به این میخوام یه سری چیزای جالب نشون بدم، یکی اون سکانس ابتدایی رو میخوام نگاه بکنم، چون ببین دقیقا فیلم های بزرگی که برای چند بار ساخته شدن ساخته میشن اون اوپنینگ سینشون در واقع همه ماجرا رو لو میده خیلی وقتا، مثلا همه فیلم و حرفش رو میزنه. خب و ما تو اون دو دقیقه یا یعنی کمتر فیلم 40 ثانیه یه دقیقه فیلم که نشون میدم، تو اونجا ما میبینیم که این چقدر اطلاعات زیادی به ما میده، چقدر کلوهای به ما میده که اصلا انگار واسه یه آدمی که برای اولین بار فیلمو نمیبینه، برای چند این بار فیلمو میبینه، همون صحنه ابتدایی بی‌نظیره. و بعدش هم یه خود راجع به لس آنجلس و در واقع بحث فلسفی فیلم هست، چون فیلمی که درسته که داره راجع به جنایت و تریلر جنایت صحبت میکنه، ولی فیلمی هستش و دیالوگ هم کم داره، ولی با همون تصویر و با تقابل وینسنت و نیل در واقع نیل
این دوتا شخصیت خوب و بد فیلم اگه اسمشون رو بتونیم بذاریم خوب و بد، همینجاها همه سواله که اینا خوب و بد هستن. به نظر من اصلا اینو بعدا اگه بتونیم وقت کنم توضیح بدم، اینا چیز اضافی که حالا احتمال نرسیم، اینکه خوب بد زشت این فیلم یه خورده، یعنی ما یه گروه زشت ها داریم، یه گروه خوب های که پلیس ها اگه اسمشون رو بذاریم، یه گروه بد ها داریم که خوبا و بد ها در واقع مشغول یه بازی هستند و مشغول یه رقابتی هستند، دو تا قبیلا انگار جون هم دارن ولی خیلی تفاوتی ندارن، خیلی نیل و وینسنت با هم از یه نظری تفاوتی ندارن، از یه نظری کوچیکی تفاوت داره. اتفاقا و راجع به شباهت این دارن فلسفه فیلم خیلی. هم صحبت بکنیم، این صرفی از فلسفی هستش که من داشتم. آره چون که اساسا من دوباره که دیشب فیلم دیدم این مورد خیلی برام جالب بود که از اون دست فیلم هاست که به نظر من تو خیلی مکان مشخصی نمیتونی براش در نظر بگیری، یعنی از این جهت که این قصه رو تو توی به نظر من انقدر، یعنی خود قصه انقدر ملات داره و انقدر قوی نوشته شده، انقدر پر از جزئیات نوشته شده که تو هر لوکیشنی یا تو هر اتمسفری میتونی اینو تصورش کنی. کما اینکه مثلا من دیشب داشتم فکر میکردم، دیشب فیلمو دوباره دیدم گفتم که چه بسا حتی اگه مثلا تو نیویورک این فیلم ساخته میشد، قصهش اونجا روایت میشد، شاید خیلی ملموستر بود. چون حتی از این جهت من خیلی برام این نکته جالبه که رنگ فیلم خیلی رنگ خاصیه، یعنی تو نمیتونی بگی نه خیلی رنگ روشنی فیلم داره نه خیلی رنگ تیره ای داره، یه آره چیز بینابینیه که ما معمولا مثلا اینجور رنگ رو توی فیلمایی که توی نیویورک ساخته شدن و قصه شون در از دارن توی نیویورک روایت میکنن ما خیلی بیشتر اونجاها دیدیم این موضوع رو، آره و به نظرم خیلی برام جالب اومد، به خصوص توی سکانس های شب، یعنی توی سکانس هایی که حالا مثلا اولین بار نیل مثلا اون دختره رو ملاقات میکنه تو اون تپه که الان مثلا خب اکتشونشون دادی و بعدش حالا اتفاقایی که حالا مثلا با هم بیشتر تو ارتباط هستن، رنگ فیلم اگه دقت کرده باشی یه رنگ آبی خاصیه تو اون لحظات که فضای یه جورایی فضای نیویورکی رو انگار تداعی میکنه واسه آدم. به خاطر همین من خیلی برام جالب بود که مثلا اگر این فیلم هم تو نیویورک اتفاق میافتاد شاید خیلی ملموستر میبود تا مثلا یه جایی مثل LA، میدونی؟ چون مثلا خیلی تو توقع نداری که مثلا اون این همچین اتفاقایی مثلا اون دزدیه به اون بزرگی و اون صحنه تیراندازی بعدش که اصلا به نظر من معرکه است، یعنی اصلا کاملا تو رو میندازه وسط میدون جنگ و اینقدر همه چی باورپذیر و واقعیه. در مورد کاراکترها که جفت کاراکترها که گفتی، به نظر من جزو معدود فیلماییه که دوتا کاراکترها کاملا مساوی همن، یعنی عین همن تقریبا، یعنی و کاملا موازی هم پیش میرن، انقدر درست پرداخته شدن و حتی توی از یه زوایایی تو زندگی شخصیشون هم با هم تشابه دارن. نمونهش یه مثال خیلی جالبی که واسه بخوام بزنم، صحنه ایه که دنیرو شخصیت نیل در با همه رفقاش و اینا توی مهمونی هستن و همه هستن، اون خودش تنهاست و باز مثلا یه چند دقیقه بعدش میبینیم که وینسنت هم باز توی یه مهمونی هستش که اونا هم با همکاراش و اینا، و این خیلی جالبه چون تمام مثلا چیزا، و بعدش هم مثلا یه سکانس دیگه هم این بود که مشکلاتی که اینا با هم دیگه داره، با مثلا حالا اون یکی مثلا با دوست دخترش داره، این مثلا با همسرش داره و این مشکلات هی داره بیشتر و بیشتر میشه و میدونی انقدر قرینه همه دقیقاً و انقدر مساوی با هم همه چیشون پیش میره و تو کما اینکه آخر فیلم هم تو انتظار نداری که اون اتفاق بیفته در نگاه اول وقتی کسی دفعه اول داره این فیلم رو، چون انقدر این دو تا شخصیت عین همه و مساویان، قاعدتاً از لحاظ سینمایی تو خیلی نباید برنده‌ای واسه این دوئل متصور باشی، چون عین همه، یعنی انقدر، یعنی قدرت هر دو شخصیت به قدر زیاد، انقدر دو تا شخصیت کاریزما دارن که کاملا قصه رو با هم دیگه یه جورایی پیش میبرن، یعنی اینجوری نیست که بگی که کاملا برتری مثلا دنیرو برتری نسبت به پاچینو داره یا بالعکس. قصه یه قصه کلاسیک کاملا دزد و پلیسیه که دو تا شخصیت واقعا قوی هن و چیز دیگه هم که در مورد نگاهات رو گفتی، اصلا یه دلیل عمده ای هم که به نظر من
دنیرو و پاچینو واسه این دوتا نقش انتخاب شدن، قدرت نگاه های این دو نفره، به خصوص آل پاچینو که اصلا واقعا با نگاهش حرف میزنه اصلا با آدم، یعنی همه چی تو شادی، خشم، غم، همه چی رو میتونی توی نگاهش ببینی. دنیرو هم اینطوری، یعنی دنیرو هم واقعا حالا تو این فیلم شاید یه ذره به نسبت پاچینو کمتر باشه، ولی چون پاچینو آره. مثلا از یه قسمت های مثلا با دختر خوندش هم حتی دیل میکنه و میبینی اون احساسی که در از حالا با وجود اینکه دختر خودش نیست ولی احساسی که بهش داره خیلی نزدیکه و واقعا مثل پدر میمونه براش، به خاطر همین اون خیلی اون نگاه و چه مواقعی که مثلا به دنیرو تو اون سکانس معروف نگاه میکنه، چه حتی به زنش، چه به دخترش، چه به همکاراش، 4 تا نگاه کاملا متمایز و متفاوته و به نظر من اصلا دلیل انتخاب این دو نفرم هم به خاطر نگاهاشون، همونطور که تو گفتی، یعنی خیلی این موضوع اینجور مواقع خیلی باورپذیرتر به نظر میاد. یه چیزی که الان تو گفتی، یکی دو تا چیز دیگه کوچولو باید اختلاف نظر، ولی آره مثلا این که تو میگه اینجوری بگم که حرف ادامه حرف تو بشه، یعنی که به نظر من یه حالت سمبولیک پیدا میکنه خیلی از این المانا قشنگ کار گرفته شده. مثلا همین یه دلیلی که کالت شده حضور دنیرو و پاچینو، آل پاچینو تو فیلمه که خب تو هیچ فیلم دیگه اینقدر نزدیک نبودن، و خود آره همین حضور این دوتا و اون صحنه درخشان چیزی که از این انقدر زیاد داره فیلم، از این آره صحنه‌های درخشان خاص تو فیلم که خیلی جالبه به نوبه خودش. تا قبل از در اون واقع هر فقط کدوم از پدر خوانده رو با هم کار کرده بودن که اونم سکانس مقابل مشترک با هم هم نبودن. ندارن. آره آره بعد اخیرا هم بازی کردم، ولی خب دیگه حالا منظورم اینه که اون موقع تا سالها همیشه این یک آرزوی به دل همه بود که اینا با هم بازی کنن، و آره وقتی بازی کردنم تبدیل شد به یک چیز نمادینی که انگار خود آلپاچینو و دنیرو هم هستن اونجا پشت میز دقیقا دارن با هم دقیقا صحبت میکنن. یا مثلا راجب لس آنجلس و نیویورک که گفتی، به نظر من ارجاعات زیادی به لس آنجلس داره، ولی لس آنجلسی که میسازه لس آنجلس واقعی نیست، لس آنجلس سمبولیکیه، لس آنجلسیه که از همون شروع صحنه ابتدایی فیلم، من اینجا مثلا همین دقیقا اولین سکانس فیلم آره اگه ببینید میبینید دیگه، درست بله، یه ذره هم میتونی بیاری عقبتر هم حتی. میبینی این لس آره آنجلسی که نشون میده لس آنجلس دود گرفته ای هستش که اونجا هست و روی این قطار نوشته شده لس آنجلس، و میاد جلو و از لابلای این مها میاد، و آره همین رنگ آره آبی که تو گفتی اینجا آره هست دیگه، آره یا این لس آنجلسی که من اینجا گذاشتم، این لس آنجلسی هستش که اون محو شدنش دلیل داره، یعنی مثل همون دوده، کارکرد همون دوده است. دقیقا این یعنی اینکه در واقع یه خورده فراتر از لس آنجلس میشه. حالا اینکه این چی چه جوری برداشت میکنیم و چه جوری تفسیر میکنیم، از دید من یه جور چیزه، یه جور مثلا اون فلسفیه، بحث فلسفی فیلمی که خب بحث زیادی راجبش میشه کرد. خب بعد دیگه چی میخواستم بگم، راجب نگاه ها رو صحبت کنیم، بعد به نظر من جالب میشه که بریم توی تو اگر بریم که تو میخوای سکانس به سکانس هم توضیح بدی این کار انجام بده، اینه اصلا آره اوکی من حالا یه کاملا. پاورپوینتی درست کردم اینجا، یه سری عکسایی که به نظرم جالبه. من راجع به نگاه که تو هم گفتی، ببین مثلا این در واقع همون افتتاحیه فیلم هست دیگه، درسته؟ این افتتاحیه فیلم هستش که این وارد داستان میشه. بذار ببینم اگر اینطوری بتونم ببرمش بهتر دیده بشه، بعضی از اینا یه سری چیز پوشش داد. این حالا من راجع به اون صحنه ای که میاد تو بیمارستان آمبولانس رو میدوزده که میگم اونجا افتتاحیه اولیه که اکشن فیلم اونجا شروع میشه توضیح میدم جدا من. خب ولی فقط به نگاه ها توجه کن، اینجا همین نگاه چی رو میگه؟ به نظر من همین نگاه حرف میزنه که این آدم یک نگاه تو دوربین و بعد این ور و اون ور رو نگاه میکنه، صحنه های قبل و بعدش از قطار، وقتی همون قطاری که دیدیم پیاده میشه، این میگه یک کاسه زیر نیم کاسه شده دیگه، من همچین حسی دارم حتی. بعد که این میره اون مواد انفجار رو بدوزه، این کریسه،
و وال کیلمر بازی میکنه و یکی از چیزهای فیلم هم همین اینه که خب خیلی بهش پرداخت شده، چقدر این کاراکترهای حاشیه‌ای هم حتی کاراکتر هستن، واقعا میبینی واقعا چقدر اینا اصلا آره تو خالی نیستن، اینا انگار هر دقیقا کدوم حرف میزنن. این اونجا که اومده اینجا رو در واقع ببینه چیز مواد به چیز بخره، خب داره یه کار قاچاق میکنه و ما اینو تو ذهنت داشته باش که اولین بار این فیلمو میبینیم آره. و پس اینو نمیفهمیم این نگاه، ولی وقتی بار دومی این فیلمو میبینی این نگاهو میفهمی، درسته که یعنی چی، یعنی اینکه من دارم یه کار دزدی قاچاقی میکنم. و بعدش اتفاق بعدی که اگه بره این طرفی که میفروشه اینجوری نگاش میکنه و ما نمیدونیم داره چی نگاه میکنه، وقتی برمیگرده میبینیم داره کارت شناساییشو نگاه، میبینید چقدر قشنگ حرف آره. میزنه، یعنی ما آره. اول ندیدیم کارت شناساییشو در آورد. دقیقا و بعد خود همین این یعنی این که چی، این نگاه به من میگه که من دارم در واقع دوباره همون حرف قبلی، من یه تریلر در واقع جنایت کرایم هستم. آره. بعد دوباره صحنه بعدی میره دستشو میبره اون چیزا رو از اونجا برمیداره و صحنه بعدی دوباره نگاش میکنه که در این چند بار این اتفاق تکرار میشه و بعد این طرف دیگه و بعد دوباره نگاه اینو داریم و این دیگه نفهمیده که این طرف که اوکی داده پولم گفت کش میگیرم و رفت، اصلا دیالوگ نداشت و اینجا آره. بشه اکسپلوسیو، یعنی این شاهزاد نیست، یعنی این تازه کاراکتر فرعی فیلمه. خب تازه تنها به قول تو تنها کاراکتر فرعی هم هست که حالا یه ذره وارد زندگی شخصیش هم میشه حتی، یعنی کاملا دو سه تا سکانس کلیدی هم حتی داره که تو قصه خیلی تاثیر گذاره. دقیقا حالا این طرف اسلیک در تو خودش اسلیک نیست، مایکل، ولی به بقیه میگه اسلیک، ولی آره. اینم مهمه دیگه، این توی فیلم داستان در واقع یک خرابکاری اصلی فیلم اسلیک گفتن اونه و نگاه ها رو نگاه بکن، یعنی همون آره. قبل از صحنه دزدی ما یه ترسی درمون ایجاد میشه و این نوعی که با تماشاگر که بار دوم فیلمو میبینه اینو میفهمه. آره. بعد اینجا نگاه این سکانس دیشب دیدم چقدر جالبه، یعنی اینا تصادفی آره. نیست به نظر من، این صحنه آره. دوزی هستش که این نگاه درسته آره. و بعد نگاه مقابلش، این جزء اون گروه آدمایی هستن که من میگم این مدل فیلم خیلی مدل تریلر خوب و بد نیست، مدل خوب و بد و زشته، یعنی آره. به نظر من این آدم جزء کاراکتر زشتای فیلم زشت. دقیقاً بعد جلوتر تو فیلم میری، من حالا دیگه همه اینا رو نذاشتم ولی چیز جالب رو گذاشتم، ببین این تئوری گیز میگه که اینجا وینسنت داره و میگه who is the loner و داره اونا رو تو اون مهمونی که تو گفتی دارن میپان با این شکل. آره، آره. چقدر شاهکاره این تصویر. آره. یا این ناامیدی که به قول تو این حسی که تو چشای این وینسنت هست بعد آره، از برگشتن آره. و حتی آدمای این آدم مثلا یه پلیسی از آخرای فیلمه، آدمای معمولی فیلم، یعنی آدمی که اصلا ما نمیشناسیم این کیه، خب آره. ولی نگاه کن حتی اینم گیز داره، میدونی چقدر آره. اینجا اون گیز مهمی هستش تو فیلم، اینجا خیلی صحنه مهمی تو فیلمه دیگه آره. اگه یاد باشه آره. اینجا گیزی هستش که ما در واقع دوربین پی او وی نیله آره. و نیل اینجا به وینسنت نگاه میکنه، یعنی اون دوتا صحنه قبلی داشته باشیم سه تا این آره. حالا جا اینا برعکس شد و اینجا اون به این نگاه میکنه و یه بازی خیلی عجیبی اتفاق میفته در رابطه با این که حالا اینا متوجه میشن که اونا فهمیدن، یعنی انقدر از این بازی های جالب تو فیلم هست، اینا لذت هایی هستش که برای بار اول شاید آدم خیلی نگیره وقتی فیلمو میبینه آره. ولی وقتی بار چندم نگاه میکنی اینا واقعا موهای تنت رو سیخ میکنه. یکی هم اون سکانسی که حالا نمیدونم اونو انتخاب کردی یا نه، سکانسی که در از توی چیز هستن برای اولین بار داره دنیرو رو میپاد که آره الان فیلم اون فیلمش رو انتخاب کردم. خب پس آره همین الان بعد از اینم اصلا نگاه آره الان میذارم اینم آخر فیلمی که در واقع نگاه ایدی به نیل و حالا و بالعکس که ما از زاویه ایدی نگاه میکنیم که در واقع مورد خیانت شوک. و حالا من این آخرین گیزی هم که تو گفتی اینم میخواستم فیلمشو نشون بدم، اصلا این شاهکاره اون سکانس واقعا. آره نگاه یه ذره میخوای فول اسکرینش کن
آره ببین چقدر عجیب با این گیز بازی میکنه آره واقعا. آره آره اصلا خیلی خوبه. این در واقع اصلا یه کلمه دیالوگ نیست دیگه. هیچی. آره آره میگم اصلا کاملا و تو رو میگم تو اون تعلیق نگه میداره دیگه، تو ببینی که چه اتفاقی قراره بیفته. دقیقا. حالا من یه چیز جالبی که به ذهنم رسید وقتی فیلم رو چند بار دیدم، یکی از دلایل این اسلاید اومد جلو چشم و این واسم جالبه، از این میخوام استفاده بکنم توی صحبت خصوصی اینا که در واقع با هم درد دل میکنن. اینجا به نظر من یه خورده میزنه بیرون که چرا انقدر، یعنی اللحاظ فکری هم فکر پشتش هستش که ما چرا با نگاه ساعت، غیر از اینکه خب داریم سینما میبینیم، سینما جای دیدنه دیگه، ولی یه دلیلی که از این استفاده میکنه و ما توی فیلم متوجه میشیم اینه که این آدما کم حرف میزنن به خاطر اینکه نمیخوان دروغ بگن، یا در واقع دیالوگ یه کارکرد دوگانه داره. مثلا اینجا نیل به ایدی میگه که تو به خاطر ترافل، به خاطر سفر کردن تنهایی، میگه که I'm alone, I'm not lonely, right؟ ولی خب اینجا، ولی ما میدونیم این دروغه، در واقع این آدم تنهاییه دیگه، آخرش هم در واقع یه جا اذعان میکنه. من این دیالوگ یا کارکرد دروغ داره تو فیلم که آدما در به خاطر دیالوگ به هم دروغ میگن، یا با دیالوگ به هم دروغ میگن، یا هم دل هم دیگه رو میشکنن، خب یا کارکرد دایورژن داره. اینم خیلی صحنه، با وجود اینکه اینو شاید آدما نفهمن بار اول، اصلا فکر نمی کنم اینو بفهمن بار اول، ولی این دیالوگ اینا رو با هم اینجا داشته باش، این 30 ثانیه است، آره. ولی ببین چقدر عجیبه، این آدم با دقت نگاه بکنه خیلی جالبه که اینجا صحنه اینجوریه که در واقع میگه که من ناتالی با پورتمن پدرم قراره بیاد شب دنبالم، پدرش قراره بیاد و یه چیزیش گم شده و داره از مامانش میپرسه و مامانش رو در واقع آلپاچینو که زن و شوهر هستن اینجا میخوان. ببین چند بار همدیگر رو در واقع دست به سر میکنن، هر کسی اون یکیو، آره. به این به عنوان کارکرد دایورژن دیالوگ رو نگاه کن، پر از دیالوگ این سیستم. آره. نگاه نگاه آره. و بعد از این پلا به این شکل جالب میره پایین، نمیدونم یعنی یه عالمه حرف داره اینجا، اون بهش میگه اون کجاست، اون میگه کافی بخور، بعد به اون نگاه میکنه، اون دوباره با دختره صحبت میکنه و در واقع اینجا تو میبینی یه رابطه خرابی که توی خانواده هست دقیقا. و چیزی که اینجا داره کار میکنه نگاه ها واقعی هست، ولی دیالوگا برای اینکه دست از سر هم بردارن در واقع انگار نوشته شده. و حتی تا اون لحظه آخر که میگه کافی که میگه خب دوباره برمیگرده میگه من کافی خودم درست میکنم، اون میگه وقت ندارم و از پلا بالا پایین میره. خب آره. و حتی یه چیز دیگه هم که جالبه به نظر من اینم هم در ادامه همینه این هستش که، ولی از اون طرف وقتی دوربین مقابل این آدم ها قرار میگیره، دوربین خیلی صداقت داره، خب یعنی دوربین اینا رو نشون میده صداقت داره، مثلا مدلشون هم یه کوچولو با هم فرق دارن، مثلا این مدلی هستش که دوربین وینسنت رو دنبال میکنه، میگم ببخشید نیل رو دنبال میکنه. آره این جز به همون سکانس هایی بود بهت گفتم که رنگ خیلی توش متفاوته دیگه، اون رنگ آبی خیلی توش نمود داره و باز نگاه. و بعد این صحنه رو داری که این یه تاریک اینقدر از این موتیف استفاده میکنه که در واقع ما سایه یه طرف رو میبینیم و در واقع حرکت دوربین رو نگاه کن دیگه که چجوری. خب اینجا یه چیز کوچیک جالبی میخوام بگم، در واقع نیل که دوربین هنوز داره حرکت میکنه باهاش، منتها خیلی آروم و کوچیک، نیل مدلی که دوربین دنبالش میکنه با مدلی که وینسنت دنبال میکنه فرق داره. خب و مدلی که نیل رو دنبال میکنه نگاه کن، دیدی چه جوریه؟ این چند ثانیه است فقط، این خیلی وقتا بالا پایین میره، نگاه کن دوربین
یا خیلی آرومه، بالا سرش میره. آره، در واقع یه جوری یه همزاد پنداری با نیل داره، که خب به دلیل اینکه عاقبتی که روش آخرش کار میکنه است. دقیقا. ولی مدلی که وینسنت رو دنبال میکنه رو نگاه کن، حالا ببین حرکت دوربین رو نگاه کن. آره تو سکانس دزدی هم حتی همینه، همینطوره. آره، اتفاقا من این سکانس رو مثلا راجعش حرف بزنم، رو حرکت دوربینش. آره و این حرکت دوربین وینسنت سریع و میگه من اصلا وقت ندارم، you're wasting my time، فرق داره. یعنی این دوتا با هم این بازی رو دارن که فرق داره کاملا، با وجود اینکه اونم در هر حال چون داره و اون کار دزدی رو در اصل داره انجام میده و حالا به هر حال یه تبهکار حرفه‌ایه، اونم سرعت داره توی کارش، ولی خیلی باز مثلا یعنی خیلی حرکت دوربین در برابر مثلا پاچینو بخوای مقایسه کنیم مثلا خیلی اسموت تره واسه دنیرو. آره و اینجا ولی اون دیدی بالا پایین میرفت، مثلا دوربین روی وینسنت رو نگاه کن از چپ به راست، این آره. و حتی دوربین مثلا اینجا دوربین رو زنش رو نگاه کن وقتی که چقدر نیتش رو خوب صادقانه نشون میده، ببین حساشو. آره و بعد دوباره این سایه، میبینی سایه رو؟ آره، یعنی اینا همونطور که تو گفتی اینا دقیقا با هم یه عالم جزئیات قرینه سازی شده دارن، خیلی آره، ولی یه تفاوتای ریز خیلی خیلی کوچیکی هم اونجا گذاشته که دیگه یکی نشن کاملا، میدونی؟ آره خیلی واقعا جزئیه، یعنی اون تفاوتایی که تو میگی واقعا جزئیه، یعنی فقط توی سر شاید میشه گفت سکانس های کلیدی در اصل اون تفاوت ها بیشتر بروز پیدا میکنه. نمونه بارزش سکانس کافی شاپ، همه یعنی جفتشون از ایدئالاشون تو زندگی میگن، اون مثلا میگه چرا تو مثلا عادت نداری زندگی نرمال داشته باشی، میگه زندگی نرمال یعنی چی؟ برم سر کارو باربیکیو داشته باشم مثلا، مدل من باربیکیو هم بار گیمز. آره باربیکیو هم بار گیمز. آره و چیزی که در اصل وجود داره همین، یعنی این کاملا میگه در از هدفش چیه، خب نمیخوادم برگرده دوباره به اون زندگی و به زندان بخواد برگرده. توی سکانس آخرم تنها دیالوگی که در اصل میگه همینه دیگه، و اونم در اصل پاچینو در مقابلش میگه من خب میگه ازش میپرسه میگه تو زندگی ایدئالی داری؟ میگه نه منم زندگیم چیز نیست، چون همیشه دنبال زندگی من دنبال گشتن آدمایی مثل تو بوده دیگه، که تو بخوام مثلا میگه دیزاستر زندگی من. آره. اصلا دیزاستر دیزاستر دقیقاً. آره. تفاوت در این جوجا مشخص میشه دیگه. آره. کاملا، یعنی یه چیزی که هستش اینه که به نظر من مثلا یک تفاوت ریزی که بین فلسفه این دوتا وجود داره این هستش که ایده مرکزی مشترکشون همین فدا شدن و یا فدا کردن و قربانی کردن و یک چیز عزیزی که واسه جفتشون اتفاق میفته، خیلی جالب درسته. آره. به یه شکلایی حالا نمیخواد جزئیات بازم لو بریم، ولی مثلا اون در واقع تراژدی، در واقع هر جفت اینا تراژدی هستن و تراژیک هستن، زندگیشون درگیر تراژدی میشه و میدوننم که یه جوری انگار قراره درگیر یک تراژدی بشه، ولی وینسنت در واقع به یه به نظر من بعد از چند بار دیدن فیلم من هستم اینه که وینسنت که تو گفتی واقعی ترم هست، به دلیل اینکه واقعا آدم زمین گیرتریه، زمینی تریه. انگار وینسنت که آلپاچینو بازی میکنه نقششو آدمی هستش که در واقع امید واهی نداره، امیدشو کشته که اینه و این واسه همین اونو خشکتر و یه خورده بیروحتر به نظر میرسه میکنه، غیر از یه سری صحنه‌های کلیدی که ما میبینیم اون زن سیاه‌پوست رو بغل میکنه یا دخترش این. آره. اونجا میبینیم نه اینم پر از اموشنه، اینجوری نیستش که یه آدم بدی آقا، ولی نیل انگار یه جوری اسیر توهمه، این توهمی که دور لس آنجلس در واقع میبینیم انگار فضای ذهنی نیله این لس آنجلس، میدونی که یه جور آزادی هستش که ما میریم بهش میرسیم و چیز میکنیم و اون صحنه اونم دارم که الان در واقع یه جوری انگار مثلا در واقع چیز بحث شهادت و فرهنگ شهادت این چیزا وارد اونها میشه، چون نگاه کن مثلا اینو اصلا انگار که اینو انگار که مثلا تلویزیون ایران دادن.
میبینی این نور و حاله های نوری که میاد. آره. We are free, home free. آره. نگاه کن حالا اینجا رو نگاه کن. حالا میخندیم ولی واقعا قشنگه این، واقعا نه 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 آره دیگه ته دیگه نیه اصلا واقعا انقدر این از این جزئیات توی زیاد داره. حالا تو خیلی واقعا انقدر با دیتیل و خوب وارد شدی که اصلا دیگه کاملا همه چی رو گفتی دیگه. یعنی اصلا میگم توی حتی ژانر خودش واقعا فیلم یونیکیه. یعنی انقدر دوتا کاراکتر بسازی که انقدر قوی و مثلا خوب پرداخت شده باشن، میگم دقیقا همون بحثی که اولا مطرح کردم، موضوع در از مساوی بودن هر دو از همه نظر، دوتا آدم بسیار سمارت، بسیار قوی و بسیار موفق حداقل تو حرفه خودشون. یعنی حتی دنیرو هم حالا با وجودی که یعنی جابش در از میشه گفت یه جوری تبهکاره، ولی یه تبهکار به شدت حرفه‌ایه، یه اصولی داره واسه خودش که از اون اصول در از عدول نمیکنه، کما اینکه آدمی که وین گرو در از یه جورایی در از خلاف میلش رفتار میکنه هم در نهایت مجازات میشه از طرف خودش. و اون آدمیه که آدمایی که در از باش کار میکنن میدونن این چه جور آدمیه، بخاطر همینم که هست که خیلی باش ارتباط نزدیکی دارن و تن آدمای تراستبلی هستن که تنها کسایی هستن که فقط توی دزدی همراهیش میکنن، اون دو نفری که یکیش وال کیلمره. مدلی هم هست که در از قصه رو یادم یه زمانی میخوندم که بعدش نمیومده مایکل مان که قسمت دومش رو بسازه، به خاطر اینکه حتی قصه هم یه جوری تمام میکنه تو به هر حال سرنوشت وال کیلمر برات مشخص نیست که چی میشه، میدونی؟ و این اتفاق که واسه دنیرو آخر فیلم میفته تو حتی بدت نمیاد که مثلا قسمت دومی هم در کار باشه که ببینی که شاید وال کیلمر این سری مثلا بیاد سراغ شخصیت وینسنت که آل پاچینو بازیش میکنه و این قصه یه جورایی میتونه این قابلیت و این پتانسیال داره که ادامه داشته باشه. خیلی فیلم خاصیه تو کارنامه حتی خود مایکل مان هم به نظرم خیلی فیلم خاصیه. بعد از اونم فیلمایی ساخت که تو همین ژانر خیلی فیلمای متفاوتی بودن، کما اینکه خب مثلا من فیلم کلاترال خب خیلی دوست دارم ازش، خیلی فیلم اونم باز هم همین فضای لس آنجلس. آره آره، کما اینکه مثلا خب بعد مدت ها مثلا تام کروز رو توی شخصیت توی نقش کاملا متفاوت میبینی. میامی وایس هم باز کم و بیش اون حس و حال رو داره، یا اونو نهیدم من بعد پابلیک انمیز هم باز یه جورایی حالا میبرتش مثلا توی حالا دوره گذشته توی زمانهای قدیم مثلا قصه میگذره، اون خیلی دیگه حالت بیشتر گنگستری قصه داره، ولی نه اینکه فیلم های بدی باشن، ولی همچنان اصلا هیت با فاصله اصلا یه فیلم ویژه و درجه یکیه به نظرم. کاملا اون چیزی که گفتی در مورد کاراکترهای خوب و بد و زشت که من میگم اون در واقع یه چیزی یه جوری شبیه گادفادر هم هست، یعنی ما با یک سایدی از آدمای بعد فیلم مواجه میشیم که خوبن و با یه بخشی از کاراکتر آدمای خوب فیلم مواجه میشیم که بدن، و ولی اینا کافی نیستن انگار که یعنی اگر هم آدمای خوب هم آدمای بد یه بخش خوب داشته باشن، یک امیدی در دل ما زنده میشه که شاید اینا با هم مثلا بشینن بعد از اون کافی شاپ دیگه دوست بشن برن. ولی اون چیزی که در واقع باعث میشه که تو این داستان درام جلو بره اون آدمای زشت ماجران که میان و لو میدن اینا رو به در واقع اون بلنسه رو به هم میزنن دیگه، به هم میزنن و آره. و این اینا در واقع درگیر یک مقررات و قوانینی هستن انگار که باید با هم چاره ای ندارن، باید همدیگر رو پیدا بکنن، ولی همون که تو گفتی هر جفتشون در واقع منجی هن. هم نیل آدم ها رو نجات میده، هم نیل دار کریس رو نجات میده، آدم ها رو نجات میده، هم وینسنت آدم ها رو نجات میده، مثل مسیحوار میان نجات میدن و چیز میکنن، ولی و یه چیز جالب دیگه هم در موردشون هستش این که زندگی جفتشون خرابه، ولی هرچی خرابتر میشه و هرچی تراژدی تر میشه در واقع حالا قبل از انتهای فیلم، ولی هرچی تراژدی تر میشه اینا در واقع یه
امیدی دوباره از یک جایی از ته تونل میاد. یعنی مثلا فرض کن رابطه وینسنت و زنش خرابه، ولی اون تراژدی در واقع کمک میکنه به اینکه اینا با هم دوباره خوب شه. خیلی همین جالبه. اتفاقا همین رو خواستم بگم، توی هرچه مثلا از اول فیلم بخوایم شروع کنیم، ارتباط های این دو نفر مثلا با مثلا دو دخترش یا خانومش اینا چیزه کاملا نسبت عکس داره تا به انتها. یعنی اول فیلم حالا مثلا نشون میده که حالا ظاهرا ارتباط وینسن مثلا با زنش اوکیه و نیلم حالا با یه دختره آشنا میشه، بعد از همون اوایل حالا بخوایم کم کم شروع بکنیم، اختلاف وینسنت با زنش کم کم و بیش شروع میشه، بعد اون داره خیلی درگیرتر میشه از لحاظ عاطفی نیل با دختری که باهاش آشنا شده، بعد داره هر چی میره جلوتر و به انتها نزدیک میشه و سکانس که توی بیمارستان وینسنت با زنش، اون در اصل سکانسیه که حالا یه جورایی دیگه کم و بیش با هم به صلح میرسن بعد از اون ده. همه دعوا و کلنجاری که با هم داشتن، به صلح میرسن و زنه بهش میگه که ما شاید خیلی با هم فیت مناسبی نباشیم چون خیلی تو درگیر کاری و اینا، من اینو کاملا مثلا حالا درک میکنم بلا بلا بلا. اون مثلا خب خیلی نشون میده که در نهایت حالا یه جورایی به یه آرامشی میرسه. از این طرف هنوز اون بعد از اون جریانی که در از دختر فهمیدی که خب نیل مثلا این کار است و حالا توکار و اینا، ولی هنوز دو به شک ته دلش که بره باهاش یا نه، چون تو نگاه های دختره اینو به وضوح میشه حد زد، و که در نهایت اون سکانسی که در از تو هم انتخابش کردی بعد از اینکه ماشین آتش نشانی اینا میاد که دختره کاملا خیره میشه و همچنان بهت زده است و تو شوکه، که کاملا این نگاه تقریبا فکر کنم یه 30 ثانیه این نگاه ادامه داره کامل تا زمانی که دنیرو دیگه تصمیم میگیره که اول نگاه فرار کنه. وینسنت، بعد این نگاه اونو متوجه میشه، بعد اون دختره متوجه میشه که اینا هستن با هم یه چیزی، بعد دوباره این میخواد بره، بعد دختره به این با نگاهش میگه چرا، بعد اون اصلا همه اینا رو چطوری میتونی تو با نگاه فقط واقعا اصلا حرف داره، همینو میگم و کاملا میگم این رابطه این کاپلا در از توی فیلم با هم دیگه هرچی به پایان فیلم نزدیک میشه این نسبت عکس پیدا میکنه دیگه، اونا از اول خوبن با هم، وینسنت بده، بعد حالا آخر فیلم مثلا نسبت برعکس میشه. اینش هم حتی تو این موضوع هم خیلی جالب توجهه واقعا. ولی این عنصر تراژدی فیلمه دیگه، عنصر تراژدی فیلمو خیلی قشنگ، اینم به نظر من یکی از اون دلایلی که این میخوره همه چیش به همه چی دیگهش. و اینکه تو وقتی که میخوای راجع به تراژدی صحبت بکنی باید همینجوری دوتا کاراکتر انتوی داشته باشی و بگی که در واقع یه جوری سرنوشت اینا این هستش که فدا کنن یه چیزی و فدا بشن و تازه بعد از اینکه فدا میکنی تازه یک جور آرامش و آزادی میرسی. اینجوری نیستش که مثلا تو با ماشین بری فرودگاه و خداحافظی بری، این که زندگی اینطوری نیست و قشنگیش همین نیست. یا مثلا همین این سکانسی که همونطور گفتی میره دنبالش و دختره میفهمه که چطوری اینو چیز کرده، من اینجوری دارم گفتم اینم بذارم قشنگ. ببین دقت کن که دوباره نیل اون حرکت های دوربینی که گفتم، ببین چطوری اینو گرفته به بالا داره میره، میدونی در حالی مثلا میتونست اینو کج نگیره دیگه، همین کج گرفتن. و بعد این الفزار و اون اینا خیلی حرف داره واسه گفتن دیگه، یعنی خیلی اون بک‌گراند. من یه چیزی که یادم رفت اون صحنه ابتدایی فیلم اونا بذارم. فیلمامو تقریبا گذاشتم دیگه. این اون صحنه فیلم در واقع این که ما هیچی نمیدونیم فقط آمبولانس رو میگی؟ ببین از این لحظه که وارد آمبولانس میشه قبل از این صحنه هیچی ما ندیدیم، فقط دیدیم از قطار پیاده شد و از اون آسانسوره به اون شکل جالب رفت پایین و اینجا میشه. من میخوام بگم که ببین اینجا صحنه اولین دوزیشه و این یه دوزی خیلی کوچیکه که مثلا یه کارگردانی فرض کن ما الان به ما میگفتن که بیا مثلا بیا یه صحنه رو نشون بده که تو میخوای مثلا یه آمبولانسی رو بدزدی. ببین مایکل مان اینو چطوری در آورده که تمام فیلم و تمام کلوهای فیلم رو میگه و ما تو اینجا فکر کنم
اون صحنه های قبلی که ما کلی لانگ تیک داریم، که لانگ شات و لانگ تیک داریم به این معنی که طولانی، صحنه های طولانی زیادی تو فیلم هست. ولی این تو این صحنه فیلم که قراره که ضرب آهنگ داشته باشه، موسیقی دوزی، راجع موسیقیش هم صحبت میکنیم، تو اینجا توی مثلا فکر کنم توی چند ثانیه است، توی 30 ثانیه فکر کنم مثلا 34 ثانیه 16 تا کات میخوره تو 32 ثانیه. نگاه کن فقط، و این کات ها هر کدوم از یک دریچه به دوربینه، نگاه کن کاراکتر رو کاملا معرفی میکنه دیگه، یعنی تو این سکانس دیگه قشنگ کاراکتر رو کاملا معرفی میکنه، کاملا همه چیشو میگه نگاه. این نگاه ها و صدا ها و همه جزئیات رو نشون میده. بعد اینجا رو میبینی، اینا که ما بعدا تو فیلم میبینیم اون داستانشو. آره. و این نوعی که در رو وا میکنه و میره، همین این 16 تا کات بود. و بعد آخرش هم جالبه، اینجاش هم رو، و این دوباره تاریکیه و این شدوهی که دیدی آخرش چجوری آره. تموم کرد. آره. خیلی توی این کار استاده که در واقع بیاد به ما یعنی اون صحنه. ها یه سری چیزا من راجع به تصاویر بی‌نظیرش از لس آنجلس یه سری عکس اینجوری هم گذاشتم، این بک‌گراندا که در واقع همون بحث لس آنجلس و ایده آزادی، که نیل در واقع ایدهش آزادی دیگه، میخواد بره به یه جور آزادی برسه و اینا توی یعنی اون آدم با اون بک‌گراند پشتش مچ میشه دیگه، می‌بینی با هم یک به یه وحدتی میرسن. یا این صحنه‌های اینطوری که محیطی که کار میکنه اینجوریه، انقدر وقتی میگه من آدم لونلی نیستم. یا بعد نگاه کن مثلا جالبش اینه که این دنبال آزادیه و زیر اتوبان، اتوبان سمبل این رفتن به سمت آزادیه دیگه. آره. و بعد ولی نگاه کن چه جوری چقدر جالب با این بازی میکنه، در واقع داره چالنجش میکنه، داره به چالش میکشه، چون این زیر اون اینجوری توی یه باکسی گیر افتاده. آره. اینی چقدر بعد حتی یه لول میره عقب‌تر. سکانسایی که من دیشب دقیقاً فیش فکر می‌کردم همه رو انتخاب کردی با من. آره نگاه دقیقاً یه لول میره عقب‌تر. این زندانی تو اون توی زیر یه اتوبان، ببین از این قشنگ‌تر چطوری تو میتونی واقعا. اینی که دیدیم و این هم که اینجوری، و یعنی که لونره اینجوری گذاشتن. آره. که خلاصه این داستان اینه، من این صحنه‌ای که انتخاب کرده بودم این بود و به نظرم فیلم بی‌نظیریه. امیدوارم که یه جوری یه چیزایی گذاشته باشن که اونایی که ندیدن برن ببینن واقعا این اشتباه خیلی اصلا دیگه. این به نظر من میشه گفت یه جورایی تو این 5 تا برنامه که تو ارزش شما، برنامه های ما الان نصف شد دقیقاً، ما 5 تا برنامه دیگه بعد از این برنامه خواهیم داشت و سیزن اول برنامه هم تموم میشه، ولی این فکر میکنم تا الان دیگه با این جزئیاتی که تایاز امروز از فیلم توضیح داد دیگه یه جورایی کامل ترین برنامه ما بوده دیگه همه جوره. در مورد موسیقی هم خیلی کوتاه فقط بخوایم بگیم، موسیقی فیلم هم که اصلا بی‌نظیره دیگه، به خصوص تو سکانس دزدی و توی تمای مختلف فیلم، تمایی که تم لحظات رومانس فیلم، سکانس پایانی فیلم، سکانس دزدی که تمپوی بیشتری داره، اصلا موسیقی کاملا مچه و همون چیزیه که در اصل تو انتظار داری. موسیقی فیلم هم واقعا جزو نقاط قوت فیلمه، خیلی خوبه. خیلی موسیقی بلوزیه یه جورایی که فکر کنم که در واقع به همون دوباره تم فیلم میخوره، یعنی آره. هیچ قسمتش اضافی و زائد نیست واقعا. هیچی میگم اصلا توی اون سالی که در اصل ساخته شده، به قول تو حالا دیروزم گفتیش، از محجورترین فیلم های دهه 90 قطعا. و اون سال کی برده جایزای 95 و نمیدونم راستش چک نکردم، ولی اصلا فکر نمی کنم که حتی مثلا کاندیدم شده باشه هیت رشته. آره یه جورای آخه این برچسبیه که به اینجور فیلم ها میخوره دیگه. شاید یه جورای فیلم، من این موزه رو قبول ندارم، ولی به هر حال طبیعیه که این برچسب بهش بخوره که فیلم تجاری قلم داد بشه، که همون که فیلم تجاری هم نمیدونم، فیلم تجاری هم آخه اسمش نمیشه گذاشت. به هر حال فیلمیه که کست داره، بازیگر مطرح داره، ولی تجاری صرف نیست. این بدفهمی و کج فهمی از خیلی وقت پیش
به وجود اومده که اینجور فیلم ها رو میذارن توی کتگوری سینمای تجاری. بیشتر فیلم هایی که در از حالا فیلم اکشن بگیم یا همین فیلم مثلا کرایم تریلر بخوایم بگیم توی کتگوری فیلم تجاری قرار میگیره، در صورتی که اکثر بیشتر فیلم هاشو، نه همش، ولی به نظر من اینطوری نیست. یعنی اینجور فیلم ها خیلی فیلم ها هستن که تو این ژانر هستن و خیلی فیلم های کلیدی هستن. نمیدونم، خیلی عجیبه، ولی به هر حال از ارزش های فیلم به هیچ وجه کم لا. نمیکنه قطعا. نه من سعی کردم بگم اول فیلم بگم مثلا به نظر من کارگردانی که میاد سرمایه گذاری میکنه، سرمایه گذاری یعنی حسی و عاطفی و وقتی و حتی پولی میکنه که بیاد برای تماشاچی که بار چندم فیلم رو میبینه در واقع حرف داشته باشه و اصلا اصل مخاطبش اونا باشن، این آدم واقعا به هیچ جور نمیشه به باکس آفیس یه جور چسبون، به خاطر اینکه این آدم اگه تو برای نفری که بار اول فیلم رو میبینه فیلم خوبی نسازی، خب اون آدما میرن به بقیه میگن این فیلم بدیه و اصلا نمیان فیلم تو ببینن. آره، یعنی این یه جوری خودکشیه، یه جوری مثل کاری که مایکل مان داره راجبش صحبت میکنه که در واقع یه جوری فدا کنیم خودمون، و واقعا فدا شده خودش هم یه جوری. خیلی فیلم خاصیه، ولی واقعا توی کارنامهش خیلی فیلم خاصیه، خیلی فیلم مهمیه و خیلی خوشحالم که ما بالاخره یه فرصتی شد بعد مدت ها که راجع به این فیلم صحبت کنیم انقدر با جزئیات، چون فیلمیه که واقعا خودش هم پر از جزئیاته. و خیلی ممنونم از تو ببخشید که اگه این یه خورده اسلایدا طولانی رو، شد، ببخشید. نه و نه 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 خیلی هم عالی، خیلی اصلا اسلایدا رو که واقعا اضافه کردی تو این برنامه واقعا خیلی خوب بود و خیلی آره دیدم واقعا یه حسش خراب میشه اگه اینا رو بخوایم فقط حرف بزنیم، واقعا یه جوری بهترین کار رو کردی، بهترین کار رو کردی. خیلی تنوع برنامه خیلی رفت بالا و خیلی خوب شد. امیدوارم کسایی که دیدن لایو ما رو لذت برده باشن. ما به زودی هم لایو که الان من سیوش میکنم توی IGTV اینستاگرام من هست، لینکش هم به زودی واسه خود تایاز میفرستم، به زودی توی کانال یوتیوب خودشم آپلود میشه، میتونین از اونجا هم ببینین. امیدوارم که لذت برده باشین از بحث ما و فیلمو. اگر ندیدین ببینین، حتما حتما ببینین، چون خیلی فیلم مهمیه. اگر هم اگه فیلم دیدین قبلا هم باز دیدین، ببینید. اگر دیدین هم باز ببینین، چون واقعا ارزشش داره، ارزشش داره واقعا، از اون فیلمایی که هر چند بار ببینی بازم لذت بخشه. دمت گرم، خیلی چسبید مثل همیشه، مخلصه، متشکر. امیدوارم مراقبت که کنم خودت بریم که واسه 2 هفته آینده که واسه برنامه بعدی که فیلم ایرانی خواهیم داشت، ولی حالا به زودی آنونس میکنیم. دمت گرم آقا، مرسی، مخلصیم، آخر هفته خوبی داشته باشیم، متشکر، متفهم همینطوره، قربونت، مخلصیم، خدا خداحافظ. حافظ.